السلام علیکم تماشابینانی عزیز و ارجمن نشری برنامه اطلاعاتی اخبار مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظور اتون امروز سفر کاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با شهر و ناحیه های ولایت سغد آغاز یافت. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر در جشن ساده اشتراک نموده یک قطار انشاءات ساحه های ماموری اجتماعی کارخانه و کارگاه های صنعتی مرکز های فرهنگی و فراغتی را مورد بهره برداری قرار می دهند. گزارش رفزالی رحمان و دیشاد یوسفی. 8 فوریه سال 2022 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد اشتراک در جشن سده نیاگان تاسیسی باغ و تاکزار نو افتتاح یک قطار انشاءات ساحه‌های ماموری اجتماعی کارخانه و کارگاه‌های صنعتی مرکزهای فرهنگی و فراغتی و صحبت و ملاقات‌ها با ساکنان کسب و کار گوناگون به ولایت سغد تشریف آوردند. در فرودگاه بین‌المللی خوجند پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را رئیس ولایت سغد رجب‌بای احمدزاده و دیگر مسئولان استقبال گرفتند. در شهر و ناحیه های ولایت سغد کارهای آبادانی و سازندگی با وسعت ادامه داشته جشن اجدادی سده با آمادگی کامل اهل جامعه روحی افتخار و فرهمندی و اجرای همه آیین و سنت هایش جشن گرفته می شود. صنعت کنونی با سرعت مملکت از هدف های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته در این سمت دوام سالهای صاحب استقلالی تدبیرهای مؤثر عملی کرده شد. اعلان شدن سالهای رشد صنعت به این روند تکان جدی بخشیده در شهر و ناحیه های مملکت بنیاد کارخانه های صنعتی به مراتب افزایش داده می شود. امروز در دایره سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با ولایت سغد در شهر بستان کارخانه استحصال میخای پیچان جمعیت دارای مسئولیت معدود نورتز افتتاح کرده شد. گزارش عبدالوهابی عبدالستار و اهل دین کریم. 8 فوریه سفری کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ولایت سغد از شهر بستان آغاز گردید. در این شهر صنعتی نخست با اشتراک پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان کارخانه استحصال میخای پیچان جمعیت دارای مسئولیت محدود نورتز مورد بهره برداری قرار داده شد. کارخانه مذکور در منطقه صنعتی شهر بستان از جانب صاحبکاران وطنی برادران اکرموف‌ها با خرج 15.3 میلیون سومانی ساخته شده در اینجا زیاده از 40 نمود میخی پیچان با شکل و اندازه های گوناگون که امروزها در بازار داخلی طلبات به آن بیشتر است استحصال کرده می شود. استحصال میخای پیچان طریق موثرترین خطهای تکنولوژی که از جمهوری مردمی چین آورده وصل و نصب کرده شده است صورت می گیرد. در کارخانه دوام یک ماه 300 تونه و در یک سال 3600 تونه میخی پیچان استحصال کرده می شود که به تاکید متخصصان از لحاظ صفت و نماد جوابگوی استانداردهای جهانی بوده در بازار رقابت پذیر است. طبق معلومات مسئولان وزارت صنعت و تکنولوژی های نو در جمهوری طلبات به میخی پیچان در یک سال 8000 تونه را تشکیل می دهد. کارخانه نوی که به استفاده داده شد می تواند پوره طلبات ولایت سغد را با میخی پیچان تأمین نماید. برای استحصال میخوی پیچان اشیای خام اساساً از فدراسیای روسیه وارد کرده می شود. میخوی پیچان این کارخانه اصلا برای نصب شیفر، گچ کارتون، ساختن مبل و در مجموع جهت انجام کارهای ساختمانی پیش بینی شده مهلت استفاده شان طولانی است و در همین زمینه از جانب استحصال کنندگان به صفت محصولات پره کفالت داده می شود. در وقت استحصال محصولات حجم کمی پرتاو به وجود می آید که آن هم در کارخانه های آهنگدوزی دوباره مورد کارکرد قرار می گیرد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اقدام صاحبکاران وطنی را در تطبیق همجانبه هدف 4 ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت و نقشه سالهای رشد صنعت که 21 دکبر سال 2021 در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی معین گردیدند در افزایش استحصالات خودی و تأسیس جایهای نوی کاری سری وقتی ارزیابی نمودند و برای به کشورهای منطقه صادرات کردن محصولات کارخانه دستور و سپارش های مشخص دادند. تمامی همین محصولات ها میخوای پیچان سمریت ها همه
از خارجه به ما وارد میشدن. امروز هدف گرفتیم که همین استحصال رو در تاجیکستان خودمون انکشاف دیم، روش دیم، چونکه احتیاج بسیار است، طلبات بسیار است در بازار خودمون. اشیای خام بیشتر از دولت روسیه وارد می شود و در همینجا کارکار کرده می شود. نمودها به حد بسیار هستند که حالا در آینده نمودی میخوای پیشان را زیاد می کنید. اطلاع داده شد که در آینده در برابر تأمین بازار داخلی صادرات محصولات به فدراسیه روسیه، قزاقستان، قرغیزستان و دیگر کشورهای منطقه راه‌اندازی می‌گردد. همچنین مؤسسان نقشه دارند که در شهر دوشنبه مرکزهای ولایت مختاری کوهستانی بدخشان، ولایت‌های سغد و خطلان مغازه‌های فرماوی کارخانه را تأسیس دهند. محصولات جمعیت دارای مسئولیت محدود نورتز با نشان مالی تیز به فروش برآورده می‌شود. این دستگاه از جمهوری خطای آورده شدند، در اینجا جایگیر کردیم. هر یک دستگاه در یک ساعت تا 15 کیلو استحصال میکنند. این دستگاهی سمریز میباشد، میخی پیچان. این دستگاهی که میخی پیچان در کالش تیار میکنند. این ریز بشه میبرارد. این رزمری 3.5 سانتی متر میباشد و یا رزمری 2.5 سانتی متر و یا 4.5. همین ها رو میخی پیچانش در اینجا تیار میکنند. امر اندازه خودش دارد، 2.5 تا 12 سانتی متر می باشد. این استحصال 3 روان دارد. یکمی که از سیم میخی پیچان تیار می شود، بعد گداخته می شود، گرم می شود، بعد با کیمیکال تازه کرده می شود. محصولات ما صفتی اعلی دارد، به استانداردی جهانی مطابق کرده شده است. در تاجیکستان این دویومین کارخانه می باشد که استحصال میخای پیچان را مطابق به معیار و استانداردهای جهانی بر راه مانده است. کارخانه یکم را هم سال 2019 صاحبکاران شهر بوستون به کار درآورده بودند. ضمن شناسایی با روند استحصالات تاکید گردید که در جمعیت دارای مسئولیت محدود نورتز 50 نفر ساکنی محلی با جای کار و معاش خوب تامین شد و در آینده با وارد نمودن خطهای نوی تکنولوژی باز 50 نفر دیگر صاحب شغل دائمی میگردند. یعنی شماره کارگران در این کارخانه صنعتی شهر بوستون به 100 نفر رسانیده می شود. سرور دولت محترم امام‌علی رحمان اظهار داشتند که عملی‌گردانی هدف استراتژی صنعتی کنونی با سرعت مملکت امکان می‌دهد که رشد استواری ساحه صنعت همچون تولید کننده ارزش بلند اضافه شده تامین گردیده، در این روند ده‌ها هزار جای نوی کاری تشکیل کرده شود. متخصصان بازآمده شده حاضر حرکت کردیم که صف متخصصان را زیاد کنیم، چون که تکنولوژی خیلی بسیار هستند که نمودهای بسیار دارند. حرکت کردیم که صف کاری را بسیار کنیم. ساکنان ما هم زندگی بهبود داشته باشند، زندگی آسوده داشته باشند، با جای کار تامین باشند. متخصصان ساحه من بعد نیز به پشتیبانی از سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رسیدن به هدف استراتژی چهارم کشور صنعت کنونی با سرعت مملکت سهمگذار گردیده، نیروی خود را بهر آبادانی وطنمان روانه می نماییم. طبق معلومات در زمان صاحب استقلالی شماره کارخانه های صنعتی در شهر بوستون به 35 رسانیده شد. تنها دوام سالهای 2017-2021 یعنی در 5 سال اخیر در حدود شهر 18 کارخانه نو با زیاده از 500 جای کاری به فعالیت آغاز نمود. تا سال 2026 بنیاد باز 20 کارگاه و کارخانه نوی صنعتی به نقشه گرفته شده است. تاکید گردید که در شهر بوستون امکانیت و اقتدارهای استفاده نشده برای باز هم تیزانیدن سرعت صنعتی کنونی هنوز زیادند و صاحب کاران در زمینه امتیاز و سبوکی های پیشنهاد نموده حکومت مملکت در دوره سالهای رشد صنعت که 5 سال 2022-2026 را در بر میگیرد با تأسیس کارگاه و کارخانه های نو استحصال محصولات وطنی را افزایش و شماره جای های نوی کاری را بیشتر می نمایند. امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در شهر بوستون کارخانه زرگری زری سغد را بعد از تعمیر و نوسازی مورد بهره برداری قرار دادند.
کارگاه زیرتابی کارخانه واحد دولتی فلزات نادری تاجیکستان بوده سالیان زیاد کهنه و فرسوده و بیکار بود. پس از اعلان اقدام صنعت کنونی با سرعت مملکت چون هدف چهارم استراتژی زریسوخت و پررگی نفسازی گردیده برای استحصال محصولات اعلی صفت با دستگاه های نسل نوی کاری تامین کرده شد. سربر دولت محترم امام علی رحمان از سیخ های استحصالی کارگاه دیدن نموده با کارگران آن صحبت صمیمی انجام دادند. اطلاع داده شد که در نوبت اول کارخانه در حجم تا 50 میلیون سومانی در یک سال محصولات استحصال می نماید و این نشان داد طبق نقشه در سالهای بعدی به 100 میلیون سومانی رسانده می شود. زریسوخت استحصال محصولات زرگری، ارمغانهای گوناگون، نشانهای سریسینگی، نیمپیکره، قالبهای گوناگون متالی را راهاندازی نموده است و اینچنین از سنگهای آرایشی تحفه و ارمغان آماده می سازد. تمام دستگاه و تجهیزاتی که در دایره کارهای نوسازی در کارخانه نصب گردیده است، استحصال ترکیه و فدراسیون روسیه بوده، چنین شرایط امکانیت می‌دهد که محصولات نهایی با صفت بلند آماده گردد. در حدود کارخانه سیخ‌های زرگری، زرحلکاری، قالب آماده کنی، سیخ مکانیکی و انبار الهیده نگاهداری محصولات تیار تشکیل گردیده در مجموع 30 نفر از ساکنان صاحب جای کار و معاش خوب گردیدند. در کارخانه اساساً ختم کرده های دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان که در شهر بوستان فعالیت می نمایند به کار جلب شدند. کارخانه زرگری زریسوخت و پررگی با اشیای خام محلی فعالیت نموده محصولات عوض کننده واردات را به بازارهای مملکت پیشنهاد می نماید. اینچنین کارگران مقصد دارند که مصنوعات زرگری استحصال نموده کارخانه و محصولات از سنگهای آرایشی آماده گشته زریسوخت را در نوبت اول به کشورهای همسایه صادرات نمایند. سروری دولت محترم امام علی رحمان از مغازه کارخانه مذکور دیدن نموده با محصولات نهایی آن شناس شدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن بازدید مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که با در نظر داشت طلبات بازار داخلی و خارجی استحصالات را براه مانده به صفت محصولات نهایی و رقابت پذیر بودن آن توجه خاصه ظاهر نمایند. در همین جا با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان لایحه نوسازی کارخانه های جمعیت دارای مسئولیت محدود فلزات نادر تاجیکستان معرفی کرده شد. ابراز گردید که تا سال 2026 نوسازی در تمام کارخانه های صنعتی جمعیت مذکور در نظر داشته شده است. باید گفت که فلزات نادر تاجیکستان در توازن خود 7 کارخانه استحصالی دارد و علکی کارخانه خوجندزیل برای مجهزسازی نقلیات صحوی به کار شروع نمود. ضمن معرفی اطلاع داده شد که کارخانه عین زمان می تواند نقلیات یاری تعجیلی، نقلیات مخصوص برای کارمندان میلیسیا، نقلیات آبکشانی و کمونالی را در زمینه ماشین های گوناگون نوسازی نموده مطابق به طلبات جاری به ساختارهای دخلدار پیشنهاد نماید. قسم های ایلاوگی که در نقلیات صحوی نصب می گردد استحصال خودی کارخانه خوجندزیل می باشد. سال جاری باید در کارخانه گیدرامترالورگیا با گذرانیدن کارهای نوسازی استحصال قسم های احتیاطی برای تجهیزات کوهکاری و ملراتسیا راه اندازی شده، در کارخانه خوجندزیل قسمت ریختگری پوره تعمیر و مجهز کرده می شود. هدف است که با بلند برداشتن اقتدار استحصالی مینبت هم حجم محصولات وطنی افزایش داده می شود و هم شماره جایهای کاری دائمی زیاد می گردد. رهبر دولت محترم امام علی رحمان مسئولین را وظیفه دار نمودند که نقشه پیشبینی گردیده را سری وقت و مطابق با استانداردهای بین المللی اجرا نموده در رشد صنعت کشور حصه گذاری نمایند. در ادامه سفر کاری در شهر بوستان ولایت سوخت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کارخانه کارکرد فلزات و استحصال پروفیل قبرهای آهنین جمعیت دارای مسئولیت محدود گنجافر را مورد استفاده قرار دادند.
8 فوریه در ادامه سفر کاری در شهر بوستانی ولایت سغد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارخانه کارکرد فلزات و استحصال پروفیل قبرهای آهنین جمعیت دارای مسئولیت محدود گنج آفر را مورد استفاده قرار دادند. کارخانه کارکرد فلزات و استحصال پروفیل قبرهای آهنین با مقصد تقویت روند صنعت کنونی با سرعت کشور همچون هدف چهارم ملی در دایره اعلان گردیدن 2022-2026 سالهای رشد صنعت تأسیس داده شده است. هدف از بنیاد کارخانه نوی صنعتی استفاده با ثمر امکانات خودی، تأسیس جایهای نوی کاری و استحصال محصولات بلندصفت وطنی می باشد. کارخانه نوی استحصالی از جانب صاحبکار وطنی امیرجان صمدوف در کوچه صنعتچیان شهر بوستان در مساحت 2 هکتار بنیاد کرده شده است. بنای استحصالی کارخانه بر هوا بوده 4300 متر مربع را در بر می گیرد. با تأسیس این کارخانه در شهر بوستان 20 نفر با جای کار و معاش خوب تامین گردیدند. دستگاه و تجهیزات کارخانه استحصال کشورهای پیشرفته جهان بوده آن را متخصصان جوان تاجیک وصل و نصب نموده اداره می نمایند. محصولات خام به کارخانه از فدراسیای روسیه، جمهوری قزاقستان و جمهوری مردمی چین دسترس گردیده روند کارکرد متال توسط سه خط موثر تکنولوژی به راه مانده شده است. در کارخانه نوبنیاد اساساً 28 نامگوی محصولات از جمله پروفیل و قبرهای آهنین با شکل و اندازه های گوناگون مطابق با معیارهای بین المللی استحصال میگردد. ما اولی صمدوف در اساس دستور سپارشی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تصمیم گرفتیم که در سالهای رشد صنعت کارخانه کارکرد متال و استحصال پروفیل و قبرهای آهنین را ساخته به استفاده دهیم. باعث خوشنودی است که امروز با اشتراک جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارخانه ما افتتاح گردید. عین زمان دو خط تکنولوژی با کارکرد و استحصال پروفیل و قبرهای آهنین شروع کرده 20 نفر متخصصان محلی به کار جلب گردیدند. آینده نقشه داریم که باز اقتدار استحصال کارخانه را زیاد کرده تولیدات مصالح بلندصفت ساختمانی را افزایش دهیم. مینداری خیش را به پیشوای ملت می رسانیم که ما صاحبکاران وطنی را همیشه دستگیری می نمایند و برای رشد و فعالیت کارخانه های ما شرایط فراهم می آورند. باید گفت که پروفیل های آهنین از 2x2 تا 10x10 سانتی متر با درازی 6 متر و قبرهای آهنین باشد با قطرهای از 15 تا 150 و با درازی 11 متر و 75 سانتی متر استحصال کرده می شوند که استفاده آنها برای سالهای طولانی پیش بینی گردیده است. ضمن شناسایی با رفت استحصالات در کارخانه نوی صنعتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مسئولان را برای استحصال با صفت پروفیل و قبرهای آهنین که همچون مساله ساختمانی در مملکت طلبات به آن زیاد است وظیفه دار کردند. اطلاع داده شد که در کارخانه در یک شبانه روز تا 10 تن متال کارکرد شده از آن پروفیل قبرهای آهنین دارای صفت بلند استحصال می‌گردد. مسئولان کارخانه نوی صنعتی نقشه دارند که با استفاده ثمرناک از امکانات‌های موجوده استحصال پروفیل و قبرهای آهنین را بیشتر نموده طلبات بازار داخلی را با محصولات عوض کننده واردات تامین نمایند، زیرا این نوع مساله ساختمانی اکثرا از کشورهای خارجی با نرخ گران و مصرف زیاد دسترس کرده می شود. اکنون پروفیل و قبرهای آهنین در این کارخانه نوبنیاد با شکل و اندازه های گوناگون هم با فرمایش میزاجان و هم با در نظر داشت طلبات بازارهای مملکت استحصال کرده می شود. مینداری خود را به پیشوای معظم ملت می رسانیم که چنین کارخانه به ما تشکیل نمودند. ما صاحب جای کار شدیم. در این کارخانه ما قبر و پروفیل ها استحصال می نماییم. پروفیل های قبر های ما
سیستمی بلند داشته خطوی استحصالی را ما خودمون نظارت میکنیم قسمی اونها به طور اوتوماتیک کار میکنن در جریان استحصالی کفشگری هم استفاده برده میشود نیت ما همین است که طلبات بازارهای جمهوری را با محصولات خود تامین نماییم با تاکید سرور دولت محترم امام علی رحمان در برابر بنیاد و تشکیل کارخانه های نو استحصالی مسئولان ساحه را ضرور است که با مسئله آماده نمودن متخصصان اداره کننده کار استحصالات و تکنولوژی معاصر توجه جدی ظاهر نمایند در صحنه کارخانه نو تاسیس نمایش محصولات استحصال شده تشکیل گردید که از آن پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دیدن نمودند در نمایش محصولات استحصال کرده کارخانه کارکرد فلزات و استحصال پروفیل قبرهای آهنین جمعیت دارای مسئولیت محدود گنجافر معرفی کرده شد اطلاع داده شد که سال 2021 با در نظر داشت اهمیت بزرگ سایه صنعت در رشد اقتصاد ملی در شهر بستان 4 کارخانه نو استحصالی با جلب سرمایه مستقیم تاسیس و به فعالیت آغاز کردند که نتیجه توجه و دستگیری های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نسبت به بخش خصوصی بوده در تقویت تدبیرهای صنعتی کنونی با سرعت کشور افزودن حجم محصولات صنعتی و باز هم بهتر گردیدن سطح نیکوهالی مردم زمینه های استوار و واقعی گذاشتند. با مقصد باز هم بیشتر شدن نشاندهنده های بلند استحصالی و رشد باثبات فعالیت کارخانه های صنعتی شهر بستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مسئولان دستور و مصلحت های مفید دادند. در نویای بابا جان غفروف ولایت سغد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جمعیت دارای مسئولیت محدود تاجر پلاس را افتتاح کردند. کارخانه نوی صنعتی در دایره سالهای رشد صنعت در مرکز شهرک غفروف از جانب صاحبکار وطنی جمشید میرخالیقوف بنیاد گردید است. در جمعیت دارای مسئولیت محدود تاجر پلاس که در روند تطبیق عملی شوی هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور بنیاد شده است 25 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. با در نظر داشت طلبات اهالی و شرکت و کارخانه ها در جمعیت دارای مسئولیت محدود تاجر پلاس استحصال ظرف های پلی‌اتیلنی از 100 لیتر تا 5 تنه براه مانده شده است. با تاکید متخصصان این ظرف های پلی اتیلنی از لحاظ نمود و صفت به طلبات بین المللی جوابگو بوده رقابت پذیری آن کفالت داده می شود. اقتدار استحصالی کارخانه صنعتی در یک ماه با 400 عدد ظرف گوناگون حجم با صفت برابر است. در کارخانه بیش از 30 نمود ظرف پلی اتیلنی حجم و اندازه های گوناگون استحصال شده در یک ماه از 8 تا 10 تنه اشیای خام کارکر کرده می شود. خط های معاصر تکنولوژی کارخانه که قسمی از آن توسط گاز مایع فعالیت می کنند از جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ایران دسترس و وصل و نصب گردیده است. اشیای خام باشد اساساً از جمهوری ازبکستان، فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران به کارخانه دسترس می‌گردد. ظرف‌های پلی اتیلنی محصولات عوض کننده واردات به شمار می‌روند و سال‌های آخر طلبات به آن بیشتر گردیده است. اسناشناسایی با جریان استحصالات در کارخانه نوبنیاد پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با اقدام سازنده صاحبکار بهای بلند داده تأسیس کارخانه صنعتی را در سمت استحصال محصولات عوض کننده واردات و به صادرات پیش بینی شده نمونه ارزیابی کردند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ناحیه بابا جان غفروف ولایت سغد کارخانه مبل براری جمعیت دارای مسئولیت محدود ستاره سغد را مورد استفاده قرار دادند. کارخانه نوی صنعتی در دایره هدف چهارم استراتژی صنعتی کنونی با سرعت کشور و سالهای رشد صنعت سالهای 2022-2026 از جانب صاحبکار وطنی فرقت دادابایف با خرجی یک از ده 5 میلیون سومانی بنیاد و با تکنولوژی معاصر مجهز کرده شده است. با مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه نوی استحصالی 30 نفر از جمله بانوان محلی با شرایط خوبی کاری و معاش بلند تامین گردیدند.
مسئولیت عمومی انشاءات نوی صنعتی 1.5 گیکتر را در بر گرفته بناهای استحصالی و انبارهای محصولات خام و تیاری آن در میدان 1100 متر مربع قامت افراخته است. در کارخانه نمودهای گوناگون مبل از جمله میز و کرسی، راحت کرسی، رخت خواب و جیوان با صفت بلند استحصال کرده می شود. دستگاه و تجهیزات وصل گردیده در کارخانه مذکور از دولت‌های چین و ترکیه وارد گردیده آن را متخصصان محلی اداره می کند. اشیای خام برای استحصال مبل از فدراسیون روسیه و ترکیه دسترس گردیده در اساس فرمایش و ذوق و سلیقه میزاجان با شکل و اندازه و دیزاین معاصر محصولات با صفت وطنی عوض کننده واردات آماده کرده می شود. کارخانه امکان دارد با استفاده از معاصرترین دستگاه ها در روند استحصال مبل در یک ماه 1000 متر مربع کار نماید. استحصالات کارخانه در مرحله اول برای تأمین بازار داخلی روانه گردیده مسئولات در اساس دستور و مسئولیت های سرور دولت اقدام گرفتند که با بالا برداشتن اقتدار استحصالی صادرات تی محصولات وطنی را به کشورهای همسایه هم برهمانند. اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه باباجان غفوروف همچنین به موضع سامغار تشریف آورده نخست خط آب پالیزی کارخانه دولتی کشاورزی پلاس اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سغد را به استفاده دادند. خط آب پالیزی با نصب دو محرک نو با اقتدار 1500 کیلووات و گردش 750 از مسافه 20 کیلومتر از کانال یکم سامغار به این موضع آورده شد. اقدام آبیاری زمین های موضع سامغار با مقصد استفاده پرثمر و مقصدناک زمین ها عملی گردیده، این روند برای به گردش درآوردن قده های نو، پیشگیری از شورشوی زمین ها برقرار و بنیادی باغ و تازارهای اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی مساعدت فعال خواهد کرد. سپس در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نقشه جایگیرشوی تازارهای دهات ددبای خالماتف و اسماعیل ناحیه باباجان غفوروف شناس شده در کارخانه دولتی کشاورزی پلاس اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سغد با شنانیدن نهال تاک به بنیاد 50 گکتر تازار نو آغاز بخشیدند. اطلاع داده شد که در جماعت های ددبای خالماتف و اسماعیل ناحیه باباجان غفوروف 2800 گکتر تاکزار موجود بوده، سال روان در اساس نقشه 200 گکتری آن برقرار کرده می شود. انگورپروران دو دهات که اکثریت تاکزار ناحیه باباجان غفوروف را در اختیار دارند، تنها سال 2021 زیاده از 15000 تن حاصل جمع‌آوری و پیشنهاد بازار استعمالی نمودند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با مسئولین اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت وضع کنونی جهان معاصر از جمله نارسایی مواد غذایی در برخی از کشورهای دنیا جهت استفاده مقصدناک و با مورد زمینهای در اختیار داشته و با این راه افزایش دادن حجم سالانه استحصال محصولات با صفت وطنی بر رهبریت کارخانه دستور سفارشی مشخص دادند. تماشاگران عزیز و ارجمند، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. تنسیت خانه بود باشید.